سرخط مهمترین های امروز. ما مردم هستیم که با دروغ سر و کار داریم. رئیس جمهوری که از خوش باوری های مردمش انتقاد می کند. اشرف غنی خلاف شایعه های امروزی سر حال است و از بیماریش خبری نیست. دو کاله او چه ویل ملا عمر زنده ده او ملا عمر ملو او بل بلکس یو میستی ده پار از زنده ماته ویل چه ملو ده. و امریکا با دل کلانتر از اروپا شامل کاروان کشورهایی شد که از پناهجویان پذیرایی می کند. جون کری می گوید کشورش در دو سال آینده 100,000 پناهجو را از سراسر جهان می پذیرد. برنامه خدا سلام بر شما. به مهمترین ها از یک در عصر دوشنبه خوش آمدید. من رئوف اجمل هستم. رئیس جمهور غنی شایعات درباره بیماریش را رد می کند. آقای غنی تاکید دارد که بیشتر مردم حقیقت مرگ ملا عمر را باور نداشتند، اما حرفهای دروغ درباره مرگ خودش را قبول کردند. همزمان با این رئیس جمهور غنی وضعیت شهرهای کشور را نگران کننده می داند و تاکید دارد که به زودی شهرداران جدید برای شهرهای مهم کشور انتصاب می شوند. به شهمد قاسانی گزارش می دهد. رئیس جمهور غنی در مراسم ارائه گزارش وضعیت شهرهای افغانستان وضعیت سیهش را قناعت بخش عنوان کرد و از گزارش های نادرست در پیوند به جدی شدن بیماریش نیز انتقاد میکند. ما مردم هستیم که با دروغ سر و کار داریم. دو لوی دروغ و توگوری ده چه رزو که. دو کاله او چه ویل ملا عمر زنده ده او ملا عمر ملو. او بل بلکس یو میستی ده پار از زنده ماته ویل چه ملده. دخوا افغانستان ده جوړ سړی ته وایي چې مړ ده، مړ سړی د پاره خلک وزنی، دا خلک مملته وایي لوی دروغ ګویان. اوس د خاوري کې انشاءالله تعالی معلوم سوي دي او هیله داده چې موږ رښتیا باندې اساس کیدو. همزمان با این گزارش تازه از وضعیت شهرهای افغانستان که توسط استرالیا و اداره یو این نبیتات تهیه شده به رئیس جمهور سپرده شد، بر بنیاد این گزارش حکومت افغانستان در نظر دارد که به شهرهای بزرگ کشور رسیدگی درست کند. این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت شهرهای بزرگ افغانستان نگران کننده است. رئیس جمهور غنی می‌گوید که ساختمان‌های وزارت‌های کابینه به دارالامان کابل انتقال خواهد شد. دولت تصمیم گرفته که اکثریت وزارت‌ها را به دارالامان انتقال بده و شروع از وزارت‌های میشه که بودجه خود دارند، اما بعد از این انسجام زمینه که از این وزارت ها بود و در مرکز شهر بود پول ساختار دارالامان آینده را به حیث یک کارت منظم و پلان شده تهیه خواهد کرد. رئیس جمهور غنی از بهای مسکن در کشور ناراض است و در نظر دارد که برای نیروهای ارتش ملی در قول اردوها بلاک های رهایشی ساخته شود. هرچند در قانون اساسی کشور تاکید شده است که شهردارها بر بنیاد انتخابات برگزیده شوند. رئیس جمهور غنی می گوید که به زودی شهرداران شهرهای مهم را بر بنیاد برنامه‌هایشان معرفی خواهد کرد. در چند ماه آینده تمام شهرولای عمده به اساس طرح‌های مشخص که بینشان رقابت به صورت واضح باشه تعیین خواهد شدن، اما نکته بنیادی تر است که یک شبکه سرتاسری شهرولای افغانستان ساخته خواهد شد تا ما بتانیم انتقال منابع را به صورت اساسی از مرکز به ادارات محلی شروع کنیم. در این گزارش تازه سفارت استرالیا و یو این ابیتات آمده است که در سراسر افغانستان 1,000,000 خانه وجود دارد و بیشتر جمعیت شهرهای افغانستان نامتوازن است. می خواهم تاکید کنم که دولت استرالیا مرحله تطبیق این برنامه را با منظور تقویت شهرهای افغانستان پشتیبانی می کند. این گزارش توسط متخصصین خارجی که به افغانستان رفت آمد می کنند تهیه نشده است، بلکه توسط افغانهایی که در یک فضای کاری کار می کنند تهیه شده است. ده ها سال بود که حکومت های افغانستان گزارش دقیق از وضعیت شهرهای بزرگ کشور نداشتند. این گزارش تازه حکومت افغانستان را در تطبیق برنامه های توسعه‌ای در شهرهای بزرگ کمک خواهد کرد.
مجلس نمایندگان هشدار می‌دهد که اگر حکومت تا چند روز دیگر راهکاری برای تامین امنیت روی دست نگیرد، مشروعیتش زیر سوال خواهد رفت. معاون اول مجلس تاکید می‌کند که گروه داعش نسبت به هر زمان دیگر سربازگیری‌اش را در شرق کشور سرعت داده است. از سوی هم شماره از اعضای مجلس نمایندگان با تایید گفته‌های استاد سیاف از موجودیت ستون پنجم در ساختار نظام پرده برمی‌دارند. نظرالدین مصلح با جزئیات بیشتر. دشمن در زیر زنخ ما قرار داره. تا دشمن در اینجا تصفیه نکنیم، حد اقل از صف خود دورش نکنیم، با خطرهای قوی و جدی مواجه خواهد شدیم. امیالی یک تعداد جنایتکارای مزدور در داخل شهر همه قدر مسلح هستند که اگر فرصت را هر وقت مناسب ببینند بر ضد ملت و بر ضد نظام دمیج قیام میکنند. و اگر باز مراجع و حکومتی میخواستن آدرس هایشان اینا هم میشناسن، ما برشان آدرس هم میتیم. پس از انتقاد عبدالرب رسول سیاف از نفوذی های دشمن در داخل نظام، اکنون نوبت به اعضای مجلس رسیده است. یکی پی دیگر ظاهراً از ناگفته های پرده برمیدارند. دیشب نه شب گذاشته در یکی از ولسوالی های بادغیس به نام ولسوالی قادس در خانه یکی از کسانی که بسیار نزدیک به یکی از وزرای سکتور امنیتی است، یک گروه طالب مسلح را در داخل خانهش جابجا میکنه، چند گروه دیگر هم آماده میکنه که این گروه ها هم به همکاری اونا برای سقوط ولسوالی کار بکنه. این گروهی که دستگیر میشه برادرها خوب ببینین شما، از این گروه 300 دانه تنها توپچه از پیش دستگیر شده. 300 تا توپچه از کجا میشه؟ 300 تا توپچه را 10 نفر از کجا پیدا میکنن؟ هشدار میدهند که اگر به زودترین فرصت چهره های آنان شناسایی و بازداشت نشوند، شاید نظام سقوط کند. ستون پنجم وجود داره، او کسی که در زیر تکوی مصاحبه کرده بود او نامش در فیسبوک ها برآمده است و واضح است کسایی که طالبان از لوگر و میدانشار و همسال جای انتقال میده در موترهای شیشه‌سیه نامایشان بیا که ما برشان بگویم، ولی کوکه کی است که او رو اجراعات میکنه؟ او کسی که کارا رو میکنه 2000، 3000، 5000، 10000 ماش بر از طرفی این دولت برش داده میشه، دلار برش داده. بنان زندانیایشان از زندان رها میشه، کسایی که ناحق هستن بندی میشن و کسایی که حق هستن. این میدان طالبا، این میدان جنگ طالبا توسط کی گرم شده است؟ توسط همون کسایی گرم شده است که از زندانهای بگرام و پلچرخی رها شدین. جناب رئیس، در این قسمت ما میخواهیم پارلمان افغانستان دعوت بکنه، از استاد سیاف هم بشنوه و از دولت هم تعهد بگیره و من عیز قوای مقننه ما باید ایره نظارت بکنیم که کسایی که جرم کردین و کسایی که خیانت کردین و کسایی که دست به ترور میزنن به محاکمه سپرده شوند. افزایش و نفوذ گروه داعش اخیراً در شرق کشور نگرانی های جدی را به وجود آورده است. حالا مجلس نمایندگان از ناکارایی حکومت برای جلوگیری این کار انتقاد نمی کند، بل هشدار می دهد تا چند روز دیگر مشکل ناامنی کشور را جدی نگیرد، مشروعیت حکومت با پرسش های جدی روبرو خواهد شد. پس لختر نه که حکومت خپل بیکفایتی تا دو پای تکای که نخودلو، نو امکان لري او امیدوارم چې ټول وکیل صاحبان دی تا آمدهی چې بیا حکومت تا دو پای تکای که دی. با این همه روز یک شنبه عبدالرب رسول سیاف گروه داعش را سایلین خواند و مبارزه در برابر آنان را یک کار شرعی عنوان کرد. آقای سیاف تاکید کرد که او حاضر است در صورتی که حکومت بخواهد آدرس نفوذی های دشمن را که در کابل زندگی می کنند نیز در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد. حالا همه از حکومت می خواهند که اگر چنین چیزی وجود دارد چرا در این مورد اقدام نمی کند. 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. فعالان جامعه مدنی، آوازخوانان و پایتخت نشینان با راه اندازی کنسرت خیابانی از این روز بزرگداشت کردند. آنان با دستگل از نیروهای امنیتی صدایش کردند و با فریادهای صلح‌خواهانه از هراس افغانان خواستند تا کشتار مردم بیگناه را پایان دهند. عماد روسی. سالها صلح برای مردم افغانستان به یک رویای دست نیافتنی بدل شده است.
کسی آن را در موسیقی جستجو می کند، کسی این گونه با نمایش های ورزشی و کسی هم با رسامی و نمایش های از این دست. همه با یک صدا صلح می طلبند، از شهروندان عادی تا فعالان جامعه مدنی، هنرمندان و قلم به دستان. دولت خواهش داریم که صلح به میان افغانستان بیاید. ما دیگر جنگ را نمی خواهیم، به خاطر چیز صلح می خواهیم. پاسداران صلح، نیروهایی که شب و روز با سپر ساختن سینه هایشان امنیت مردم را تامین می کنند. برخی با آنان گل اهدا می کنند، شاید می پندارند صلح گم شده را می توان در وجود آنان یافت. کوشا می باشیم که صلح را به گوش مردم برسانیم و بگوییم که افغان ها فقط صلح می خواهند، نه جنگ. در افغانستان ما باید مبارزه کنیم، زن و مرد سعی کرده مبارزه کنیم، تنها بسوسن این چیز نمیشن. در شعار دادن صلح به دست نمی آید. ما اگر همکار باشیم با نیروهای امنیتی ما، مردم ما دست به دست هم بتا بخوایم که صلح نهادی نبکنیم، انشالله خود روز بود که در افغانستان دیگه نه صدای جنگ باشه و نه صدای بارود. بسیاری ها از دست یافتن به صلح نامید شده و راه فرار از کشور را در پیش گرفتند. فعالان جامعه مدنی میگویند یگانه راه جلوگیری از فرار جوانان تامین صلح در کشور است. فریادش و یا صدایش تنها برای او مردم است یا تنها برای او مخالفین مسئله افغانستان است که واقعا صدای مردم افغانستان را بهش احترام میگذارند و ارج میگذارند. ظاهرا صلح به حکومت افغانستان دست نیافتنی تر نسبت به شهروندان شده است. حکومت بیش از یک دهه است تلاش ها را برای ایجاد صلح در پیش گرفته است. شورای عالی صلح ایجاد کرد، میلیون ها دلار به مصرف رسید و هزاران شخصیت سیاسی و با نفوذ به شمول برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح در این راه کشته شدند، اما صلح به وجود نیامد. گاه کلید این صلح در دست پاکستان گفته می شود، گاه هم در دستان امریکا و برخی کشورهای دیگر. اما آنچه مشخص است این است تا این دم نه حکومت افغانستان توانسته کلید صلح را به دست بیاورد و نه شهروندان بر رویای دیرینه ایشان دست یافتند، چیزی که با گذشت هر سال دست نیافتنی تر می شود. امسال بیش از 50 وکیل و سناتور به حج رفتند. وزارت ارشاد، حج و اوقاف میگوید بیشتر این نمایندگان با خانواده هایشان به عربستان سعودی رفتند. از سوی هم برخی اعضای مجلس نمایندگان میگویند که بیشتر این افراد کسانی هستند که هر سال به مکه مکرمه می روند و این روند مجلس نمایندگان و مجلس سنا را در تصویب قوانین با مشکل روبرو کرده است. تمیم شهیر گزارش دارد در پیوند به این موضوع. 23 سناتور و بیش از 28 عضو مجلس نمایندگان حج رفتگان امسال هستند. به اضافه وکیلان خیراسر و کسانی که به موقع به ولایت‌هایشان برگشتند، بیشتر روزها نصاب مجلس نمایندگان تکمیل نمی باشد و تصویب قوانین را به مشکل روبرو کرده است. در میانشان کسان هم هستند که بدون آگاهی به مجلس روانه عربستان سعودی شدند. از مسهمی که برشان داده شد از طریق تشریف بردن و در یک تعداد محدودی را سفارت عربستان ویزه مجامله داده که از دید من رقم تخمینی که پیش ماست شاید از 30-35 نفر تجاوز نکنه و کلایی که به حد تشریف بردن و سایر وکیلا یا به ولایت هستند و یا به سفر هستند و اقتدارش حتما در کابل تشریف. بسیاری هایشان به رفتن حج عادت کردند و متواتر هر سال می روند. خانواده هایشان را نیز با خود می برند. این کارشان انتقاد برخی نمایندگان مجلس را برانگیخته است. سهلنگاری حکومت مردا و حتی پارلمان همکارای ما، من نمیتونم ایران اعتراف میکنم، حتی سهلنگاری همکارای ما که متاسفانه هر روز چوکی های پارلمان خالی است، به نوعی دولت افغانستان و پارلمان افغانستان شانه خالی میکنن از وظیفه خو که این جای تاسف است. اما از کابینه به شمول وزیر حج اوقاف دو وزیر به حج رفتند. در مجموع دو وزیر و از جمله وکلا هم 23 نفر برای ما گزارش داده شده که به تعداد 23 نفر از مشران و جرگه و در حد 28 نفر سهم که سفارت داده به ولسی جرگه که قرار بود برند، به این تعداد امسال رفتند. از سوی هم معین وزارت ارشاد حج اوقاف میگوید که شمار تلفات افغانان در رویداد پایین افتادن جرثقیل در مکه به 10 نفر و شمار زخمیانان به 37 نفر افزایش یافته است. چون هر روز تلفات ما بالا میره، ما 9 نفر شهید داریم، ما یک نفر هم مفقود که احتمال بیشتر میره که مفقود ما از جمله شهدا باشه که 10 نفر میشه و 37 نفر ما زخمی داریم.
نزدیک به 40% از باشندگان کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. به ویژه پس از ایجاد حکومت وحدت ملی نامار افزایش یافته است. اما با این هم برخی نمایندگان مجلس حج متواتر می روند و پول های هنگفت را در عربستان سعودی هزینه می کنند. و در اینجا رسیم به پایان مهمترین ها از یک. از همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.